با درود. در مجموعه مقدماتی آموزش پیانو ما اومدیم یه سری نکات رو یاد گرفتیم که توی این سری میخوایم همون نکات رو فشرده دوره بکنیم توی چند جلسه و نکات جدید یاد بگیریم و بعد از اون کاملا میریم سراغ نکات جدید. توی این جلسه میایم گام دو ماژور و لامینور رو هم به صورت گام هم آکورد توی هر دو تا دست تمرین میکنیم، دوره میکنیم و توی یه سری درس جدید باشون آشنا میشیم. Extended position هم دوباره دوره شده. Extended position میشد حالتی که ما دستمون باز میشد، به طور مثال دو تا دو رو میتونستیم بزنیم که دو می سول دو شامل این extended میشد که خب توی گامای مختلف سعی میکنیم تمرینش بکنیم. خب نوبت درس بعدیه. توی درس بعد قرار لامینور رو با هم دوره بکنیم. آکوردهاش رو با هم چک میکنیم. به شکلهای مختلف استفاده شده که به شکل ثابت که همون لادومی، لارفا و سلدیز ریمی. حالا حالت شکسته. توی درس تماما داره از همین آکوردها استفاده میکنه. بعضی جاها یه سری تغییرات کوچیک داره که فقط توی اینکه کدوم نوت اول بیاد کدوم نوت بعد از اون بیاد اتفاق افتاده. تغییر خیلی خاصی نیست که خب توی درس توضیح میدم اینا رو. درس رو با هم بشنویم. توی این درس ما خب همونطور که دیدین دست چپمون از همون آکوردهای شکسته استفاده میکنه. تنها جایی که ما یک تغییر خیلی کوچیک داشتیم توی میزان 31 بود، یعنی میزان یکی مونده به آخر، که دست چپمون به جای اینکه بزنه سولیز رمی رمی زد سولیز رمی دوباره سولیز، که خب تو میزان آخرم ما لا دومی دومی نداشتیم، لا دومی که خب این نوت سفیده باید بمونه. قطعمون همچنان 3/4 سه ضربی که ما چون چنگ توی قطعه داریم میتونیم 1 و 2 و 3 و بشماریم، ولی خب همچنان این گزینه رو داریم که جاهایی که چنگ اضافه میشه 1 و 2 و 3 و بشماریم و جایی که سیاه و سفید فقط استفاده میشه میتونیم 1 2 3 بشماریم که کارمون سخت نشه. فقط این نکته رو حواستون باشه که حتماً 1 2 3 که میشموریم با 1 و 2 و 3 و توی 1 اندازه باشه. یعنی اشتباهی که معمولا ممکنه انجام بشه اینه که 1 2 3 اینجوری میشمارن و بعد 1 و 2 و این حالت رو ادامه میدن که خب ما میدونیم که 1 و اندازه یه دونه 1 میفته. پس ما با
با ضرب اگر بخوایم نشونش بدیم میشه 1 2 3، 1 و 2 و 3، و میبینید دست زدن من تغییر نکرده. توی این قطعه ما از دوبل نوت توی دست راست استفاده کردیم. ما دوبل نوت ها رو با فواصل سوم، چهارم، پنجم بیشتر استفاده میکنیم. بعضی جاها هم از دوم استفاده میشه که خب این قطعه بیشتر از سوم داره استفاده میکنه که کلاً هم مرسوم تره فاصله سوم. دست چپمون نکته دیگه نداره، فقط پدال توی این درس این شکلی نیست که هر میزان صرفاً بگیریم یا هر سه میزان بگیریم. بعضی جاها سه میزان، بعضی جاها دو میزان، بعضی جاها تک میزان، که اینا رو خب باید حتما به علامت پدال دقت بکنید. هر جایی که لازمه پدال رو میگیریم و برمیداریم، ولی خب هیچ جایی بدون پدال این قطعه اجرا نمیشه. همچنان قرار اکستندد پوزیشن رو کار بکنیم. اینجا ما روی نوت لا قرار اکستندد رو بسازیم که لا دو می لا توی میزان 9 اتفاق افتاده. جای دیگه که این تکرار شده توی میزان 25 که باز عیناً همین رو تکرار میکنه، لا دو می لا. نکته دیگه که حتما باید بهش خیلی دقت بکنیم، ریتم سیاه نقطه دار چنگیه که با دست چپ که داره دوتا سیاه میزنه باید هماهنگ بشه. خب ما اینو قبلا داشتیم، اینجا قراره با ما دوره بکنه که خب تو شکل‌های مختلف در استفاده میشه. اولین باری که این ریتم استفاده کرده توی میزان 11. ما دست چپمون داره لا رفا میزنه به شکل شکسته. دست راستمون انگشت 5 روی نوت 2، انگشت 4 روی سی و انگشت 3 روی لا که ریتممون سیاه، سیاه نقطه دار چنگ میشه 1 و 2 و 3 و، که خب هماهنگیشون با هم میشه 1 و 2 و 3 و. اینو باید تمرین بکنیم تا آروم آروم به اون سرعتی که میخوایم برسیم توی این درس. از نظر دینامیکی توی این درس ما چند تا دینامیک مختلف داریم. با متسوفورته شروع شده قطعه که خب ما میدونیم متسوفورته میشه نیمه قوی، تقریبا همون حالتی که معمولا اجرا میکنیم. این حالت میبینیم، این حالت میشه تقریبا متسوفورته، البته که همه اینا نسبیه. توی میزان 9 ماهی کرشندو داریم که همچنان روی اکستندد اتفاق افتاده. و توی میزان 15 و 16 یه دونه دیکرشندو داریم که توی حرکت پایین رونده اینو از ما خواسته. حالا پیانو شروع میشه تو میزان 17 و کرشندو، یعنی البته اکسنت روی این نوت داریم به همراه فورته که خب باید با تاکید و البته قوی اجرا بکنیم کل این میزان رو. میبینین این نوت یه مقدار باید تاکید بیشتری روش بذاریم. اینجا صدا میاد پایین، دوباره توی میزان 21 پیانو به فورته با اکسنت، دوباره دیکرشندو، اینا تکرار میشه تا آخر قطعه که دو میزان آخر هم ما دیکرشندو داریم و دوتا علامت فرماتا توی میزان آخر برای دست راست و دست چپ که میشه اینجا میمونه. بعد این نوتو اجرا میکنیم توی دست چپ که قطعه به این صورت تموم میشه.